didn't see very bad. گلبرگ‌های سرخ و مخملین روز، سلام بر گل زهره، سلام بر آینه عطرآگین زهره زهرا، سلام بر ستاره عطر و نور، سلام بر نبیل نور و سرور، سلام بر سریر وجود و نور عصمت، سلام بر فاطمه، سلام بر پدرش، سلام بر فاطمه و همسرش، و سلام بر فاطمه و فرزندانش. صلوات. سلام علیکم. خدمت میهمانان عزیز خیر مقدم عرض می کنم و تشکر از اینکه با قدوم خود مجلس خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها را مزین فرمودید. اکنون توجه شما عزیزان را به تلاوتی چند از آیات کلام الله مجید که به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی توسط خانم ها عادله قادری، آتنا نور محمدی و نگین براتی قرائت می شود جلب می کنم. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نام خداوند بخشنده مهربان. In the name of God, the mercy giving, the merciful. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. آنها از پروردگارشان که حاکم بر آنهاست می‌ترسند و مأموریتشان را انجام می‌دهند. They fear their Lord above them and do whatever they are ordered to. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. خداوند فرمود قائل به دو معبود نباشید. معبود یکتا فقط اوست. فقط از من بترسید. God says, do not adopt two gods. There exists only God alone, and I am the one you should revere. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست و همچنین دین ابدی از آن اوست. آیا از غیر خدا می ترسی؟ He owns whatever is in the heaven and the earth, while religion is his forever and ever. Will you heed something besides God? وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. هر نعمتی دارید از جانب خداست و چون به بلایی گرفتار آیید او را می‌خوانید. You will receive no favor unless it comes from God. Yet whenever some harm touches you, you plead with Him. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. و هنگامی که آن را برطرف ساخت، جمعی از شما در همان لحظه به پروردگارشان شرک می‌آورند. Then when he removes a harm from you, why a group of you will associate others with your Lord. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تا سرانجام در آنچه به آنها داده ایم کفران کنند. اکنون بهره برید که به زودی خواهید دانست. Renouncing whatever we have given them, so enjoy yourselves, for you soon shall know. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَسِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ فَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. آنها از سر نادانی برای بتانی که ادراک ندارند از روزیشان سهمی را قرار می‌دهند. به خدا سوگند در برابر این دروغ‌ها بازخواست خواهید شد. They assign a portion of what we have provided with them to something they do not know. By God, you shall be questioned about whatever you have been inventing. وَيَجْعَلُونَ
قائل می‌شوند که او منزه است، ولی برای خودشان آنچه را میل دارند. They even assign daughters to God. Glory be to Him. They themselves have what they desire. يَتَوَاوَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. هرگاه به یکی از آنها خبر دهند دختری نصیبت شده است، چهرهش سیاه می شود و خشم خود را فرو می خورد و از خبر بدی که به او داده شده است پنهان می شود. آیا ننگ را بپذیرد و او را به خاری نگه دارد یا در خاک پنهانش کند؟ آگاه باش که بد بک می کند. Yet whenever one of them receives word he has had a daughter, his face becomes black with gloom and he feels like choking. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. خداوند بزرگ است. خداوند بزرگ است. به نام خداوند بخشنده مهربان. God is great. God is great. In the name of God, the mercy giving, the merciful. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. نکویی‌های بسیارت بخشیده‌ای، پس برای پروردگارت نماز گذار و قربانی کن. بدون شک نسل دشمنت ابتر است. We have given you plenty, so pray to your Lord and sacrifice, since your opponent is the one who will be lopped off. Sadaqallahu al-Aliyyul Azim. شد پرده نشین پرده لا زهرا، آینه نقش بند الا زهرا. گفتم که شفیع شیعیان کیست به حش، برخواست سلاب عشق زهرا زهرا. استفاده کردیم برای سلامتی سه عزیز بزرگوار. سلام اللهم صل مناسبت ولادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و نامگذاره این روز به نام زیبای مادر، سرکار خانم راضیه نجاتی عطشری در وصف مادر برای شما میخونم. با یک صلوات از ایشان دعوت میکنم تشریف بیارید. اللهم صل علی محمد. سلام بر همه شما عزیزان. این روز مقدس و مبارک برای شما همه مادران، خواهران و برادران عزیز تبریک عرض میکنم. از خواهرانی که از من دعوت کردن، به خصوص شریفه خانم، همیشه در این دور مجالس از من دعوت میکنن، خیلی سپاسگزار و ممنونم. موضوعی که من پیشگاه شما به عرض میرسانم مادر است. مادر چی کلمه عزیز و زیباست. مادر همه میشناسمش، همون که با شکوه مهرش عشق را معنای دیگر میبخشد و قلبش وسعت بی انتهای صبر و مهربانی است و شانه های پرصلابتش مامن مهر و صفا و چشمه های پرغرورش
سرچشمه احساس و گذشت است. مادر مهر کیشی است که با شمع وجودش به محفل ما روشنی می بخشد و با گلخند محبتش رنگ غم را از چهره ما می زداید و تبسم شادمانی بر دلهای ما می نشاند و با دستان پرسخاوتش چتر سایه گستر ساخته است تا هیچ سختی های را ما احساس نکنیم. او براستی تندیس همه خوبی هاست. آسمان را پرسیدم آیا می توانی بهر یک لحظه خیلی کوتاه روح مادر گردید؟ صاحب رفعت دیگر گردی؟ گفت نه، هرگز نه. من برای این کار کهکشان کم دارم، نوریان کم دارم، ماه و خورشید و پهنای زمان کم دارم. خاک را پرسیدم آیا می توانی دل مادر گردی؟ آسمان شوی و خرمن اختر گردی؟ گفت نه، هرگز نه. من برای این کار بوستان کم دارم، من در دلم گنج نهان کم دارم. این جهان را پرسیدم، هستی و کون و مکان را گفتم، آیا می توانی لفظ مادر گردی؟ همه ای رفعت را، همه ای عزت را، همه ای شوکت را بهر یک ثانیه بستر گردی؟ گفت نه، هرگز نه. من برای این کار آسمان کم دارم، اختران کم دارم، رفعت و شوکت و شان کم دارم، عزت و نام و نشان کم دارم. آن جهان را پرسیدم آیا می توانی لحظه دامن مادر باشی؟ مهد رفعت شوی و سخت معطر باشی؟ گفت نه، نه، هرگز. من برای این کار باغ رنگین جنان کم دارم، آنچه در سینه مادر بود آن کم دارم. روی کردم با بحر، گفتم او را آیا می شود این که به یک لحظه خیلی کوتاه پای تا سر همه مادر گردی؟ عشق را موج شوی؟ مهر را مهر درخشان شده در اوج شوی؟ گفت نه، هرگز نه. من برای این کار بیکران بودن را بیکران کم دارم، ناقص و محدودم. بهر این کار بزرگ قطره بیش نیم من، طاقت و تاب و توان کم دارم. صبح و دم را پرسیدم می توانی آیا لب مادر گردی؟ عشق و قند بریزد از تو لحظه حرف زدن، جان شوی، عشق شوی، مهر شوی، زر گردی. گفت نه، هرگز نه. گل لبخند که روید زلبان مادر و بهار دیگری نتوان یافت، در بهشت دیگری نتوان جست. من از آن لب حیات، من از آن لذت جان که بود خنده او چشمه آن، من از آن محرومم. خنده من خالیست، زان سپیده که دمد از افق خنده او، خنده او روح است، خنده او جان است. جان روزم من اگر، جان روزم من اگر، لذت جان کم دارم. روح نورم من اگر، روح روان کم دارم. کردم از علم سوال آیا می توانی معنی مادر را برای من شرح دهید؟ گفت نه، هرگز نه. من برای این کار منطق و فلسفه و عقل و زبان کم دارم، قدرت شهر و بیان کم دارم. بالاخره از در پی عشق رفتم، دیدم او مادر بود، دیدم او را در دل عطر، دیدم او را در تن گل، دیدم او را در دم جان پرور مشکین نسیم، دیدم او را در پرش نبض سحر، دیدم او را در تپش قلب چمن،
دیدم او را لحظه رویدن باغ از دل سبزترین فصل بهار، لحظه پرزدن پروانه در چمنزار دلنگیزترین زیبایی، بلکه او در همه عالم خوبی، همه رعنایی، همه جا او پیدا بود، او مادر بود. خداوندا تو اختر آفریدی، ملک را جای مادر آفریدی، دیگرگون عشقها در دل نهادی، ورا بالا و افسر آفریدی، تو دانا پاکیش در عشق دیدی، چنان یک قطره گوهر آفریدی، محبت را درون قلب پاکش روان چون آب کوثر آفریدی، نمودی ظاهر انسانی همانند، درونش را تو دیگر آفریدی، صفا دادی دلش از عشق فرزند، صفا دادی دلش از عشق فرزند، ورا با جان برابر آفریدی. کلامی نیست تا گویم ز مهرش، دو صد از عشق برتر آفریدی، نکوبخت است آن کس راش مادر، که اش اندیشه در سر آفریدی، شناساندی با رفعت دلش را، نشان از بحر زیور آفریدی، ستایش را سزاوار تو دانم، که آدم را تو سرور آفریدی، سزایش باد هرچی گویم او را، که با جانم برابر آفریدی. مهر مادر، امشب به یاد مهر و نوایت گریستم، امشب به یاد مهر و نوایت گریستم، به یاد عشق و پاک و صفایت گریستم، مادر ز درد و رنج که دنیا به من داد، بر لطف و مهر و ناز و وفایت گریستم، مادر چی گوهر است که پیدا نمی شود، مادر چی گوهر است که پیدا نمی شود، من بی خبر و بستر غمهایت گریستم، مادر کنار عکس تو با تو سخن زدم، بر یاد آن دو چشم شهلایت گریستم، مادر گرامی باد روز خجستت، با قلب پرزدا برایت گریستم، مادر تو همچو موج صفای شهامتی، مادر تو همچو موج صفای شهامتی، بر یاد عشق بی سر و پایت گریستم، منم که مادر پنج فرزندم از نام مادر از این کلمه زیبا لذت میبرم و افتخار میکنم. از توجه شما عزیزان تشکر میکنم. مفتاح رموز اسم اعظم زهراست، اصل سبب خلقت آدم زهراست، فرمود نبی ام ابی حازی را، تاج شرف آدم و خاتم زهراست. با تشکر از سرکار خانم نجاتی با شعر بسیار زیباشون و اجرای خوبشون، حالا دعوت میکنم از نوجوان پرکار و مؤمن شیوا دانش که مقاله‌ای به زبان انگلیسی در مورد زندگی حضرت زهرا تهیه کردن برامون بخونن. So as a child, I grew up in a Muslim family and Muslim community,
And accordingly, I would hear the names of the important leaders of Islam, one of these names being Fatima Zahra al-Islam. And I repeatedly heard that these people were very essential to the foundation and the spread of Islam. Yet this, in a way, became hardwired into my brain without me really knowing exactly who these people were and exactly how important these people were. So when I was asked to talk about Fatima Zahra al-Islam today, I had to do some research. And it wasn't until now that I realized that behind this name of being the Prophet's daughter, being the mother of Imam Hussein and Imam Hassan, is an amazing individual with so much dignity and character. The way that Fatima lived her life, the numerous hardships she had to face and overcome, and her deep connection with Allah all prove her a role model for not only myself, but for every Muslim and non-Muslim in the world. If I were to use one word to describe Fatima al-Islam, it would be caring. Because this lady was so nice and kind and merciful to everyone, especially her father. She appreciated and supported him when everyone else ignored him, and cared for him with as much love as a mother had for her child. In fact, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and Fatima al-Islam were so close that the Prophet referred to Fatima as part of him, and whoever injured her would have injured him as well. Fatima evidently inherited her father's hospitality and patience and made this obvious through her pious actions and inseparable relationship with her family. And as well as she excelled as a daughter, she became a model as a wife. Her marriage with Imam Ali alayhi salam is the paragon of the ideal marriage of a Muslim couple. She encouraged Ali alayhi salam throughout his life, always supporting him, never letting him down. If we look at the Muslim couples today, we should truly be ashamed at the increasing divorce rates, and we have such an example to follow. Today's society leads us to believe that love can only be expressed through giving materialistic gifts such as jewelry and flowers. Yet the relationship between Fatima and Ali alayhi salam show us that mutual love and understanding only prospers when the appreciation and support for the other's needs and feelings are practiced. According to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, paradise lies at the foot of a mother. Many such sayings of the Prophet and verses of the Quran glorify the high position of a mother, especially one like Fatima Zahra alayhi salam. Nothing more needs to be said about the kind of mother and mentor Fatima salam was than just mentioning the name of her children, who have done nothing short of changing history. She recognized her duties as a God-fearing mother by putting her children before her personal desires and housework. Her interactions with her children led to strong characters and powerful personalities for them in their futures. Not only did she master being a daughter, a wife, and a mother, Fatima al-Islam was a non-stop giver of charity. She reminded the believers that the poor is a responsibility of society, and helping them is Allah's pleasure. Even when her family stayed hungry, they made sure that the poor was always fed. In fact, the Holy Quran mentioned this kind act in Surah Al-Insan, ayah number 8, and they fed for the love of Allah, the indigent, the orphan, and the captive. Fatima al-Islam also shows women that they can participate in culture, politics, defense, and more while maintaining their dignity and self-respect. The great event of Fatah, where she delivered a powerful and eloquent speech to those who had seized her property, portrays her strength and endurance. Fatima al-Islam was in a society, but she was active in a society where men were dominant over women, and should be our inspiration to speak out for ourselves and our religion. By following the orations delivered by Fatima al-Islam to the caliphate, and even her daughter Zainab in the palace of Yazid, today's Muslims can open the eyes of the world and raise awareness about the true nature of Islam. Our great female leaders have shown us that words, along with chastity and dignity, can win wars far more effectively than weapons. Fatima al-Islam once again proved that society can't prosper without the guidance and comfort of a woman in her roles as a supportive family member and a continuous contributor of society. She left a perfect example for all of us in everything she did, from her marriage
to bring up her children, to maintaining the dignity that still characterizes her today. She taught us to remain pure in everything we do. Inshallah, God will help us and guide us the way that He guided her, and help us to follow her footsteps and worship Him the same way that she worshiped Him. Thank you. سر ازل و حیات سرمد زهراست، آینه حق نمای احمد زهراست. چون شد از ام ابیها گفتم زهراست محمد و محمد زهراست. با تشکر از شیوا جان با اجرای خوبشون، با یک سلام از سرکار خانم افسر نور محمدی دعوت میکنم تشریف بیارن. با عرض سلام و خوش آمد خدمت همگی، ازتون خواهش می‌کنم یک صلوات برای سلامتی خودتون بفرستید. صلواتی هم برای سلامتی امام زمان بفرستید. صلوات سوم رو برای صلح و آرامش و امنیت در تمام دنیا و مخصوصا کشورهای اسلامی بفرستید. در عرش خدای عقد زهرا چوب بست، بر بام فلک همای عزت بنشست. مسرور شدند آدم و جن و ملک، دادند چو زهرا و علی دست به دست. سلام الله این مرز رهایی از جفا یا زهرا، گل باجی پیروزی ما یا زهرا. با نام تو ما مسلخ عشق آمدیم، ای مادر سرخ کربلا یا زهرا. ای داغ غلامی تو بر جبهه ما، خورشید کمین بنده تو را بر درگاه. ما را که ز معصیت بود نام سیاه، یا فاطمه اشفعی لنا عند الله. انشاءالله که حضرت فاطمه خودشون ما را قبول داشته باشن و برای شفاعت ما رو شفاعت کنن. و این روز رو به همه تبریک میگم با تشکر از همگی که تشریف آوردین. به نمایندگی از طرف بورد ازتون ممنونم، از همه زحمت ها، از همه قدم ها، از همه مهربانیاتون خوش آمدین. و انشاءالله ما توفیق داشته باشیم دست به دست همگی بتونیم برنامه های خوب در این سنتر انجام بدیم. و تشکر مخصوص میکنم از آقای عجمی، خانم عجمی و همه خانم ها، آقایون، همه بچه ها به نفعی کمک کردن. انشاءالله که در همه برنامه ها ما موفق باشیم و خداوند از ما راضی باشن. سلام ها سینهش بوسی پیغمبر که مینوی من است، فاطمه هم فکر و هم سیما و هم خوی من است. یاد از بشکستن پهلوی او چون کرد، گفت دختر من روح ما بین دو پهلوی من است. ای عصمت حق بنت رسول ادرکنی، ای موت جلال تو عقول ادرکنی. ام النجوا شفیعه روز جزا، یا حضرت زهرای بتول ادرکنی. ای ز نور زهرت تابند ماه و مشتری، خیر چشمه اختران گنبد نیلوفری. آفتاب برج اسمت گوهر درج عفاف، شمع بزم آفرینش مهد فضل و سروری.
در حریم عفتش مریم ز جان خدمت گذار، هاجر آنجا ایستاده با ادب در چاکری، آیت عصمت ز خلاق ازل بر فاطمه ختم شد چون بر محمد آیت محمد. قیمت قدر این بیدان گوهر را علی دانست و بس، آری آری قدر گوهر را که داند گوهری. زین چمن رویده گلها و چه گلهایی که هست، روشن از رخسارشان آیات فضل و برتری. سبزه رحمت حسن، گنجینه حلم و صفا، هم حسن در حسن و سیرت هم به نیکو منظری. لاله رضوان سرور سینه زهرا حسین، راد مردی در شجاعت یادگار حیدری. حجت حق رحمت مطلق علی ابن الحسین، مظهر زهد و عفاف و طاعت و دین پروری. خامس آل محمد. آن که علم و دانش است، موجبار امواج دریای علوم باقری. گوهر بحر حقایق جعفر صادق که هست، محکم اریان ارکان دیانت بر اساس جعفری. نور حق موسی بن جعفر منبع جود و کرم، کاظم آن سرچشمه الطاف و فیض داوری. بلبل خوشنغمه بستان علم و دین رضاست، کرده نور حجتش خلق جهان را رهبری. اختر چرخ فضایل خسرو خوبان جواد، منبع بخشایش و سرچشمه دانشوری. کوکب صبح هدایت حضرت هادی کزوز، گلشن دین در تراوت رشک گلبرگ تری. آیت رحمت حسن شاهی که در قدر و جلال، خاک درگاهش کند با چرخ گردون همسری. میوه بستان نرگس واری مسلک وجود، قائم آل محمد.